یه دونه سوال من بپرسم. محسن پرسید الان در مورد اون زبان آموزش زبان مادری، گفته که از مهمان برنامه سوال بفرمایید که برای آموزش زبان مادری به اقوام از چه رسم الخطی باید استفاده کنیم. خیلی از این زبان ها رسم الخط ندارن. آره، این یکی از مسائلی هستش که هنوز بین خود در واقع اتنیک ها هم مورد سواله. مثلا ترک های آذربایجان سوال واسه شون که با رسم الخط موجود کشور کار بکنن یا مثل آذربایجان از رسم الخط لاتین استفاده کنن. کورد ها عملا روی این مسئله به توافق رسیدن، بلوچ ها روی این مسئله هنوز به توافق نرسیدن، اما اینا اصلا مسئله نیستش که ما لازم باشه الان راجع بهش صحبت کنیم. نهایتا اگر که قرار باشه سیستم آموزشی شکل بگیره به این شکل، این جور مسائل همشون توی یک مجلس منطقی و دموکراتیک قابل بحثن. یعنی این جزئیات جزئیاتی نیستش که مشکل اساسی بخواد ایجاد بکنه. رسم الخطش متفاوت باشه یا با رسم الخط موجود کشور یکی باشه، فرقی ایجاد نمیکنه. آموزش نوشتار یک مقدار سختتر میشه، شاید به جای 3 سال لازم باشه مثلا تو 5 سال این کار رو انجام بدن، یا اینکه نه مثلا به خاطر همین که آسون تر بشه همه تصمیم بگیرن که از همون رسم الخط استفاده کنن. و اینا میگم همون جوری که گفتم، اینا جزئیاتیه که همشون توی مجلس منتخب دموکراتیک قابل بحثه و اصلا الان جای بحثشون نیست. بعد یه مورد دیگه من اینجا اشاره کنم که خودم موافقم البته با این صحبت سامان عزیز، که سامان گفته که آموزش به زبان مادری ممنوع ولی آموزش زبان مادری حتما باید باشه. خب ما تو خیلی از همینجا فکر میکنم توی، حالا من تجربه خودم رو میگم، برات دارم تو اروپا میبینم، درسته مثلا من تو کشور آلمانی زبان هستم، خیلی مناطق و شهرها هستن که اصلا یک زبان خیلی خاصی داره، آلمانی هست اما کاملا متفاوته، اما نمیان به کودکان اون زبان تو مدارس یا حتی توی اون دوره مهد کودکی که هستن اون زبان مادریشون رو بهشون یاد بدن. از همون اول آلمانی رسمی رو بهشون یاد میدن، توی خونه، توی محیط، توی جامعه و شهر اون زبان دومی که حالا یه شباهتی هم به زبان آلمانی داره رو یاد میگیرن. یعنی عملا هیچ آموزشی به طور رسمی صحبتت. اول اینکه همونطور که خودت گفتی اون بچه ها زبان آلمانی رو وقتی باهاشون صحبت بشه میفهمن، یعنی که زبانشون اندکی تفاوت داره یا حالا یکم بیشتر از اندکی تفاوت داره، ولی وقتی باهاشون آلمانی مرجع صحبت میشه میفهمن. در نتیجه تبعیض آموزشی در موردشون اتفاق نمیفته. در نتیجه آموزش زبان برای اونها، آموزش مفاهیم تدریس برای اونها سختتر یا حداقل به طرز فاجعه آمیزی سختتر از مثلا یه کودک تو برلین نمیشه. خب یه نفر منم اینو ببخشید، نه آرمین جان اجازه بدین، اینم میشه اضافه کرد، میتونم اضافه کنم. ما به هر حال توی آلمان، اتریش، سوئیس عملا حساب بکنیم تعداد زیادی مهاجر ترک، از من از سایر قومیت ها هیچ کاری ندارم، مهاجر ترک داریم، اما اینا هم هیچ کدومشون آموزش به زبان مادریشون ندارن. تمام آموزشاشون توی خونه داره انجام میشه یا تو مدارس خصوصی که خودشون ایجاد کردن و در اون کشور که هستن الزاماً باید زبان آلمانی یاد بگیرن و بر اساس زبان آلمانی هم کار کنن، درس بخونن. تکلیف اینا چیه؟ تعدادشون هم خیلی زیاده. میتونیم اگر تو جامعه آلمان اگر بخوایم حساب بکنیم بذاریم ایشون همه رو جمع کنیم، شاید یک استانی از آلمانی هم به حساب اون جمعیت بخواد اون محیط رو پر کنه. عملا خب ببین، باز دوباره من مجبورم اینو دو بخشش کنم. اولا اینکه جوامع موجود جهان مدل ایدئال نیستن. ما نمیتونیم مثلا از یه جامعه مثال بزنیم بگیم چون این کار رو میکنه پس این ایدئاله، پس ما هم باید اون کار رو بکنیم. مثلا میگم الان توی آمریکا، توی ایالت واشنگتن تصویب شده و این مسئله اتفاق افتاده که الان هیسپانیک ها میتونن مدارس به زبان هیسپانیک داشته باشن، در واقع به زبان اسپانیایی داشته باشن و آموزششون به زبان اسپانیایی اتفاق بیفته، در صورتی که قبلا این نبود. این تغییر توی کشور دموکراتیک اتفاق افتاده. یعنی هر چیزی که الان هست الزاما ایدئال نیست، ممکنه اونها هم تغییر بکنن. در قسمت دوم پاسخم میخوام به این مسئله تاکید بکنم که اون ترک هایی که توی آلمان هستن مهاجرن و ما داریم راجع به بومیای کشور خودمون حرف میزنیم. یعنی
حقوق بومیان رو با حقوق مهاجرین اصلا تو دو کتگوری متفاوت باید بررسی کرد. یعنی سازمان ملل هم برای این دو تا کنوانسیون مختلف داره. ما نمیتونیم اصلا این دوتا رو با هم دیگه توی یک کاسه بکنیم بعد حالا حقوقشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. در نتیجه به نظر من این به قول معروف قیاس مع الغیره. یک کسی ممکنه بگه که خب راه حلش اینه که اصلا از کودکستان شروع کنیم فارسی یاد دادن به بچه ها، که تو دبستان یه دفعه که از همون اول از بچگی که شما میگی خیلی سخته براشون تو بابا که میوت میکنی خودت تو وقتی مصاحبه کنم این زرکن که وقتی میگن که وقتی که شما میگین توی کلاس اول خیلی سخته براشون برای که باید یاد بگیرن هم آب معنیش چیه هم چجوری بنویسن، میگن خب اگه از کودکستان شروع کنی فارسی رو یاد دادن اون وقت باعث میشه که این اختلاف وجود نداشته باشه. این راه حل اون وقت شما چی میگین؟ اینجا هم باز تبعیض اتفاق میفته. ببین مسئله تبعیض رو همونجوری میگم، مسئله تبعیض تا تو ذهن ما نهادینه نشه ما نمیتونیم همه چی رو از اون پنجره نگاه کنیم. شما این رو نگاه کن که بچه 5 ساله فارس، بچه 5 ساله تور، بچه 5 ساله فارس توی مهد کودک شعر یاد میگیره و رنگا رو یاد میگیره و بازی میکنه، بعد ما بیایم به بچه 5 ساله ترک آموزش رو تحمیل کنیم، اونم توی سنی که برای آموزش مناسب نیست و این یه مسئله جهانی هستش که توی هر کشوری یه سنی رو تعیین میکنن بر اساس مسائل در واقع فرهنگی اون کشور و روانشناسی کودک که توی اون کشور مورد قبوله، یه سنی رو تعیین میکنن برای شروع آموزش. حالا ما میایم به یه سری از یه درصد بزرگی از بچه‌های جامعه تحمیل میکنیم که قبل از اون سن که از نظر قانون در واقع بچه هنوز برای آموزش آماده نیست، بیایم بهش آموزش بدیم. بعد من یه مثال هم بزنم برخلاف مثالی که بابک زد، اگه بخوایم مثال کشور دیگه بزنیم، البته شما گفتیم به کشور دیگه رو نمیشه استفاده کرد، ولی خب تو کانادا رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم، کانادا دو زبانه است و کاملا هم دو تا قسمت های کانادا که انگلیسی زبانه از همون بچگی انگلیسی یاد میگیرن و قسمت هایی که فرانسویه فرانسوی یاد میگیرن، یعنی فرانسوی قسمت های فرانسوی زبان کانادا رو مجبور نمیکنن بچه ها که انگلیسی به همون انگلیسی هم چی یاد بگیرن، و به نظر میرسه مشکلی برای کانادا پیدا وجود نیورده. و لازم به ذکره که در مورد کبک آخرین رفراندومی هم که اتفاق افتاد، چون توی کبک هم گروه های استقلال طلب وجود دارن، آخرین رفراندومی هم که اتفاق افتاد که بخوان استقلال کبک رو اعلام بکنن، مردم کبک خلافش رأی دادن به خاطر اینکه حقوقشون اونجا نقض نمیشه و بودن عضو کشور بزرگتر به نفعشونه در مجموع. البته این همیشه اینجوری نمیشه، مثلا توی اسپانیا اگر نگاه کنین این کاتالونیا ها میخوان جداشن، خیلی هم حقوق توجه کن هر جا که سرکوب هست جدایی طلبی وجود داره. یعنی این رو توی همه کشورها نگاه کنی همینه، هر جا که سرکوب هست جدایی طلبی وجود داره. تو اسپانیا سرکوب نیست جان؟ چرا اسپانیا سرکوب زیاد داره؟ بله. ببین مسئله همینه، مسئله همینه که اونجا آزادی بیان واسه گروه جدایی طلب وجود نداره و سرکوب وجود داره علیه کاتالونیا و این مسئله تاریخی شده الان دیگه. ببین تو این مورد من به جرئت میگم که شما امکان نداره جایی رو پیدا کنی که جدایی طلبی توی کل تاریخ جدایی طلبی با خواسته مردم همراه شده مگر اینکه سرکوب وجود داشته. یعنی شما میگی مثلا توی این کوبک و اسکاتلند و اینا که به مردم رأی دادن جدا بشین و گفتن نه ما میخوایم بمونیم، به خاطر این بوده که سرکوب کم بوده، ولی توی کشور مثل اسپانیا که میخوان جدا بشن به خاطر اینکه سرکوب زیاد بوده. یعنی اگه اسپانیا سرکوبش کم بود اینا هم میگفت اگر حقوق رو به رسمیت بشناسه میتونه مثلا 10 سال بعد حقوق رو به رسمیت بشناسه، به اونها آزادی اجتماعی مساوی بده، برابری بده. حتی مثلا اگر چه میدونم اگر اکثریت اون جامعه دلشون میخواد یه ایالت فدرال باشن، خودمختار باشن، پرچم داشته باشن، بهشون این حق رو بده و بهشون این هویتشون رو در واقع به رسمیت بشناسه، 10 سال بعد مسلماً جهت جامعه به عدم جدایی طلبی تغییر پیدا میکنه. یعنی این میگم حرفی نیستش که من بدم، تو همه تاریخ تو همه موارد اتفاق افتاده بدون یه مورد استثنا.